ازدواج مهمتر چه کاریه که دارم؟ نسرین بانو، ببین این آدم ها همون جور که خودشون بزرگن مشغله هاشون هم بزرگه. مثل ما آدم فقیرا نیستن که دغدغشون فقط ازدواج بچه هاشون و دختراشون باشه. ای بابا حاج آقا، این چه حرفیه میزنین؟ بگو ببینم، مگه آدم های پولدار بچه ندارن؟ مگه اونا بچه هاشونو دوست ندارن؟ اینا هر کاری که میکنن و پولی رو که در میارن واسه بچه هاشونه دیگه، به خاطر خوشحالی بچه هاشون کار میکنن، مگه نه؟ اگه شما اجازه بدین و سخنرانیتون رو تموم کنین، من دو کلوم حرف حساب بزنم. باشه. ببین نسرین، هر مسئله ای که دارن بین خودشونه، فقط به من این قولو دادن که تا دو سه روز دیگه حتما میان خونه ما برای مراسم خواستگاری. برو خدا رو هزار مرتبه شکر کن، تو خونه مام خوشحالی داره میاد. خدایا ممنونم ازت. دیگه من بهت خوش خبری رو دادم که. آره. ای بابا یادم رفت از بس منو به حرف میگیری. دستتو بشور، من غذا رو میکشم. غذا چی درست کردی؟ چی پختم؟ سیب زمینی با سبزی سرخ کرده پختم. من تموم راه که داشتم برمیگشتم به گوشت فکر میکردم و تو سیب زمینی و سبزی درست کردی؟ عجب آدمی، مگه تو خونه گوشت داشتیم آخه؟ من از کجا میپختم؟ اوه، اشتباه از من بوده. خوبه والا. راستش جالبه واقعا، قبلا از اینجور چیزا خوشم نمی اومد ولی الان ازش خوشم اومده، چون توی دست منه دیگه. خنده هات خیلی قشنگه، فقط دلم میخواد روبروت بشینم و ببینم تو حرف بزنیم. فرصت برای دیدن من زیاده، فعلا یه غذایی سفارش بده، گرسنمه. اوه فراموش کردم، منم گرسنمه، الان سفارش میدم. تو اینجا نشستی؟ تموم خونه رو دنبالت گشتم. اینا دیگه چی هن؟ با من کاری داشتی؟ آره عزیزم، بابات غذا میخواد. باشه الان براشون میبرم. اینا چیه؟ مامان اینا همون چیزایی هن که زنم آورد. اما چرا این همه؟ آره مامان، منم به همین فکر میکردم، نکنه یه منظور خاصی دارن. چی میگی؟ مامان به نظرم شاید خواستگاری مهرو اومده بودن. چی داری میگی؟ مامان من کاملا درست میگم، وقتی اسد نامزدی مهرو رو شنید فورا از اینجا رفت. شما حواستون به قیافش بود؟ چت شده دو؟ اون میخواست مغازه رو باز کنه، واسه همین با عجله رفت. مامان خودتون فکر کنین وقتی نامزدی مهرو رو شنیدن چی میگفتن دیگه؟ اشتباه میکنی دو. دخترم اگه همچین چیزی میبود زن داداش حتما بهم میگفت. نه نه نه، حتما توهم زدی. مهرو و اسد کجا به هم میان؟
اگه اینجوری هم بود بابات اصلا قبول نمی کرد. به هر حال اون باید مغازه رو باز می کرد، واسه همین زود رفته دیگه. و می دونی بابات با دانیل حرف زده؟ واقعا؟ اونا چی گفتن؟ گفتن که تا دو سه روز دیگه میان اینجا. نه نه، به مهرو بگو که زیاد این ور اون ور نره. اونا چه فکری میکنن آخه؟ چی شده؟ چرا تو فکر رفتی؟ مامان میشه لطفا خودتون باش حرف بزنین؟ شما میدونین هرچی بهش میگم یه جوابی تو آستین داره به من گوش نمیده. آره تو هم راست میگی، بذار بیاد من خودم باش حرف میزنم. حالا برو واسه بابات غذا ببر. باشه چشم مامان. شانواز بریم یه جای دیگه. جناب علی، مهرو من باید با تو صحبت کنم. تو کی هستی؟ اصلا چرا اسممو اینطوری صدا میزنی؟ گفتم جناب علی. مهرو تو منو نمیشناسی؟ من که بهت گفتم نمیشناسم، چرا مزاحم من میشی ها؟ برو دیگه، چرا وایستادی؟ مگه زبون آدمیزاد نمیفهمی؟ شانواز خواهش میکنم. شانواز کیه؟ مگه کری؟ میگه نمیشناستت. شانواز اگه کسی ببینه درد سر ایجاد میشه ما میریم. شانواز خواهش میکنم ولش کن، بریم بریم. مامان میدونم که اذیتتون کردم، معذرت میخوام. این چه کاریه دانیال؟ اول دل مامانو میشکنی بعد میای معذرت خواهی؟ مامان من میدونم که اشتباه کردم، اما من بابا رو نمیتونم اینجوری ببینم. با خودت چی فکر کردی؟ که مامان مواظب بابا نیست؟ ببخشید مامان. ایرادی نداره دانیال، من نمیتونم ناراحتی تو ببینم. مامان اون میخواستم یه چیزی بگم. آره بگو. خب عمو شفیق با هم تماس گرفته بود. عمو شفیق کی هست؟ بابای مهرو. اوه، ایشون میخوان که واسه تعیین تاریخ بریم خونشون. دانیال من تصمیممو بهت گفتم. ببین هر چیزی که میدرخشه الماس نیست. تو فقط یکی دو بار مهرو رو دیدی، حتی اونو درست نمیشناسی که خلق و خوش چطوره، میتونه باهات کنار بیاد یا نه، درسته؟ و بعد آبروی ما، مقام و منزلتمون، مردم چی میگن که با یه فامیل معمولی وصلت کردیم؟ مامان بی خیال، من نه به مردم کار دارم و نه برام فرقی میکنه. کار مردم فقط حرف زدنه. اما واسه ما فرق میکنه. دیشب وقتی به شاهنواز گفتم خیلی عصبانی شد که ازدواج تو با یه خانواده فقیر خیلی بده. فقیر بودن که جرم نیست لبنه. نمیدونم اون دختره چشم تو رو چجوری کور کرده که هیچی رو نمیتونی ببینی. ببین مامان من بهتون واضح میگم، این زندگی منه، من خودم واسش تصمیم میگیرم. اگه شما به هم گوش ندین پس خب، پس من این خونه رو ول میکنم و میرم. حالا چی کار کنی مامان؟ چی کار کنی؟ من که از خدام اون اینجا رو ول کنه بره،
میدونی؟ من علاقه ندارم که داراییمو با کسی شریک بشم. ببین مهرو، اگه نمیخوای به من بگی نگو، ولی جوری که اون اسمتو صدا زد و بعد نشناختن تو، اون تعجبی که توی قیافش بود ممکن نیست که قیافه یه غریبه اونجوری بشه. اون پسرمون بود. پسرمون؟ پس چرا اون کارو کردی؟ شاهنواز، پس بهش چی میگفتم؟ خودت بگو. بهش میگفتی که من رئیست هستم و جلسه یه کاری داشتیم با هم. من خیلی گیج شده بودم، نمیدونستم چی باید بهش بگم. باشه، حالا نگران نباش. چطور نگران نباشم؟ اگه اون بره خونه و به خانوادم خبر بده، من چی بگم؟ چرا بخواد به خانوادت بگه؟ اگه هم گفت خب بگو یه جلسه کاری بوده و دیگران به اون بد نگاه میکردن، واسه همین من گفتم نمیشناسمش. همین. اینم میشه. اوف، اینقدر نگران بودم که نگو و نپرس. آیا واقعا باید از این خونه برم؟ اما حتی اینو نمیدونم که نمیدونم مهرو منو دوست داره یا نه. باید با مهرو حرف بزنم. وقت زور کیه زنگ میزنه؟ الو؟ الو، مهرو؟ شما کی هستین؟ آها، مهرو، من دانیال هستم. میخوام با اتون حرف مهمی بزنم. میخوام ازتون بپرسم که شما از این وصلت راضی هستین؟ منظورم اینه که شما از من خوشتون میاد همون جور که من ازتون خوشم اومده؟ دانیال، من... آره بگین. من میشنوم. راستش میخوام بدونم که شما دقیقا در مورد من نظرتون چیه؟ دانیال، من مهرو نیستم، دعا هستم. من معذرت میخوام دعا، خیلی معذرت میخوام، فکر کردم شما مهرو هستی. اشکالی نداره، راستش مهرو خونه نیست، رفته سر کار. راستش من بیوقفه حرف زدم، فکر کردم شما مهروین. همین که اومد میگم بهتون زنگ بزنه. نه، درسته، من خودم بهش زنگ میزنم. باشه پس، فعلا. دعا. بله. اگه ناراحت نمیشین میشه یه چیزی ازتون بپرسم؟ بله، بپرسید. ببینین، شما خواهر مهرو هستین. خیلی بهش نزدیکین، پس میتونین به هم بگین که مهرو از این وصلت واقعا راضی و خوشحال هست یا نه؟ من با هر کی از راه برسه ازدواج نمی کنم. من نمیتونم ازدواج کنم. دو؟ بله، گوشم با شماست. من میخوام بدونم شما جواب سوال منو ندادین. شما چرا فکر میکنین که اون از این وصلت راضی نیست؟ قاعدتاً اول من سوال کردم، ولی خب جواب سوالتونو میدم. راستش یکی دوباری که مهرو رو دیدم، البته قبل خواستگاری و این ماجراها بود، واسه همین نمیتونم حدس بزنم که واقعاً چه حسی داره، راضی هست یا نه. خوش شانسه که همسری مثل شما نصیبش میشه.
من میدونم باهاتون خیلی خوشبخت میشه. واقعا ممنونم، خیلی ممنونم. شما خیال منو راحت کردی. اون معمایی که تو ذهنم بود حل شد. واقعا ازتون سپاسگزارم. اینم لطف من به شما. به وقتش باید جبران کنینا. حتما، هر زمانی که خواستی من در خدمتم. خیلی خوشحال شدم. منم همینطور. خدا حافظ. خدا نگهدار. خدای شکرت. این قرصات بخور. من نمیخوام بخورم. چرا؟ با خوردن اینا حالم بدتر میشه، نمیخوام. دکتر گفته که خوردن اینا ضروریه. این تجویز خودته یا دکتر؟ شما میخواین چی بگین؟ من همه چیزو میدونم عصمت خانم. تمام روز به فکر من نیستی، ولی این قرص یه روزم از یادت نمیره که به هم بدی. مگه این چه قرصیه عصمت خانم؟ شما به من شک میکنین؟ نه شک نه، من مطمئنم این وضعم به خاطر خوردن این قرص هست. واقعا که من اینقدر مراقبتون هستم و شما به من تهمت میزنین؟ اونم یه همچین تهمتی؟ ببینید، شما دانیالو دشمن من کردین. من ساکت موندم، ولی نمیذارم این تهمتو به هم بزنیم. شما چی میخواین؟ بس، منو به حال خودم بذار. آخه این چه فکریه؟ من که دشمنتون نیستم. با ازدواج کردن با تو بزرگترین اشتباه زندگیمو انجام دادم. من واسه پسرم مادر آورده بودم، اما از کجا میدونستم که اون مادر پسرمو میخواد ازم بگیره. این کارایی که تو انجام میدی همشو میدونم اسمت، خیلی خوب میفهمم. باشه، پس اگه میدونین اینو هم خیلی خوب بفهمین. اگه خواستین به دانیال واقعیت رو بگین، پس من بهش ثابت میکنم علاوه بر پاهاتون عقلتونم کار نمیکنه. فهمیدین؟ پس بهتر همینه که این قرصا رو بی سر و صدا بخورین، وگرنه منو که خوب میشناسین. صدای چی بود؟ اسد، این چجوری شکست؟ تو چرا اخمات تو همه؟ چرا حرف نمیزنی؟ چیزی نیست مامان. یه چیزی هست. کسی به چیزی گفته؟ بگو. مامان اون گفت منو نمیشناسه. چی؟ مامان، مهرو گفت منو نمیشناسه، میفهمی؟ ها؟ چی داری میگی؟ حتما دوچار سوء تفاهم شدی. سوء تفاهم؟ کاش فقط یه سوء تفاهم بود. اسد، واضح تعریف کن ببینم. مامان مهرو رو توی خیابون دیدم. تنها؟
نه مامان، با یه آدمی توی ماشین بود. با یه آدم؟ کدوم آدم؟ من چه میدونم مامان، من تا رستوران دنبالشون رفتم و میدونین وقتی صداش زدم بهم گفت تو کی هستی مامان؟ من کیم؟ اما مهرو تو رستوران با یه آدم غریبه؟ چطور این کارو کرده؟ پسرم ناراحت نباش، من با نسرین حرف میزنم. نه مامان، تو به کسی چیزی نگو، من خودم با مهرو حرف میزنم. باشه، من اینو رو جمع کنم تو پای کسی نره. دارو شده دی مامان؟ آره، اونم با چه سختی. چرا؟ هیچی، به مرور زمان عقل این پیریم داره از دست میره. دارایی یا اگه به نامش نمی بود خیلی وقت پیش زهر می دادم که بمیره. لبنا دخترم، تو هم برو گاهی بهش سر بزن، حداقل که اسمم باباته. ببین اینجوری اون افکار دانیال رو مسموم میکنه که این اصلا برای ما خوب نیست. مامان من حوصله نقش بازی کردن ندارم، از یه طرف اون خیلی حرفش تنه داره. معذرت میخوام ولی من نمیتونم. لبنا تلاش کن حرف منو بفهمی. ببین هرچی نباشه اون باباته، دخترها واسه باباشون جونشونم میدن، کسی نمیدونه که تو دختر واقعیش نیستی. عزیزم بهش سر بزن وگرنه تمام نقشه هامون خراب میشه. مامان دیگه چشمام ضعیف شده دو، به بابات بگم واسم عینک بیاره. آره حتما بگین. سلام علیکم مامان. علیکی سلام دختر، چطوری؟ اوف مامان چی بگم، انقدر خستم که نمیدونی. عزیزم اینقدر که خسته میشی پس کارتو ول کن، حالا که دیگه نامزدم داری این کارو بذار کنار. مامان هر وقت حرف میزنی فقط میگی کارتو ول کن، کار به این خوبی که راحت گیر نمیاد. خب بذار گیرت نیاد. ها؟ جایی که باشون وصلت کردیم مردمای پولداری هستن، اونا به کار کردن تو چه نیازی دارن؟ ممکنه اصلا با کار کردنش مخالف باشن. نه؟ این دانیال کجا رفته؟ اون که از صبح پیداش نیست، نکنه خونه رو ول کرده رفته؟ خدا از دهنت بشنم، کاش اصلا بر نگرده. اما مامان بالاخره باید بتونیم اون کجاست، با کیه، در چه حاله، چی کار میکنه. آره تو به شاهنواز بگو، اون ارتباطاتش قویه، پیداش میکنه. بی خیال مامان، مگه اون به حرف من گوش میده؟ لبنا جلوی من ادای زنای مظلوم رو در نیار. ببین این پولی که داره باهاش خوش میگذرونه بگو از صدقه سری خانواده ماست. اگه من با زاهد علی این کارا رو نمی کردم امروز اون به اینجا نمی رسید. ولی مامان، اما و اگر نکن، تا کی بهت بفهمونم که اون شوهرته؟ پس نیازی نیست ازش بترسی. اون شرکتی که داره اداره میکنه شرکت اون نیست، شرکت زاهد علیه. و اونو نگاه کن، داره با تو بدرفتاری میکنه. من به حسابش میرسم. نه مامان ولش کن، من خودم باش حرف میزنم، الان الکی عصبانی میشه. ولی این گریه و زاری ها تو دیگه جلوی من نیار، یاد بگیر خودت مشکلاتتو حل کنی عزیزم. هم باشه مامان، چشم، حله، بخن. خیلی خوشگلم، چهره خیلی خوبی دارم. تو کالج کسی باور نمیکنه من دختره خانواده فقیرم. دختر من بین صدها یه دونه است. بس واسه منم از بین صدها یکی رو پیدا کن. برام یه خواستگار از خانواده بزرگ پیدا کن، پولدار، جذاب. این زندگی منه، این که اونا خوششون بیاد یا نیاد برای من فرقی نداره. من هر کاری دلم بخواد میکنم. نمیدونم چرا بدون رضایت من این وصلت رو قبول کردین.
من نمیخوام الان ازدواج کنم. تو عقل تو از دست دادی دختر؟ این چه حرفاییه که میزنی؟ من کاملا درست میگم مامان، من نمیخوام الان ازدواج کنم. میشه بگی چرا؟ خب راستش هنوز دعا ازدواج نکرده و اون از من بزرگتره. من از دعا پرسیدم، اون هیچ مشکلی نداره. پس مشکل تو چیه؟ مامان من که گفتم نمیخوام ازدواج کنم. لطفاً به بابا بگین تا یکی دو روز دیگه میرم اسلام آباد به خاطر کارای شرکت. اینقدر منو اذیت نکنین، کارای مهمی دارم. عجب، تو شنیدی چی گفت؟ ها؟ باید با بابات حرف بزنم، باید هرچه زودتر عروس بشه. مامان اون نمیخواد عروس بشه. منظورت چیه؟ اگه این بخواد خودشو تو چا بندازه، ما باید خودمونو اون تو بندازیم؟ هر دفعه که اینجور خواستگار خوب نمیاد. من چطور بهتون بگم که دانیال چقدر مهرو رو دوست داره؟ نمیدونم تو فکر این دختر چی میگذره. باید سر در بیارم. آخه مهرو چرا گفت منو نمیشناسه؟ به خاطر اون آدم؟ ولی اون کی بود؟ ممکنه نامزدش باشه. من باید با مهرو حرف بزنم. سلام علیکم. علیک السلام، چطوری؟ حالت خوبه؟ چی شد؟ میوه ها رو توی مغازه جا گذاشتم. مگه چی خریده بودین امروز؟ سیب خریده بودم، سیب ترد. عجب میوه‌ای هم خریدی. خب بگو، شما الان چرا اینقدر عصبانی به نظر میای؟ این دختره رو اصلاح کنی. کدوم دختره رو؟ اون تحت قاریتون مهرو رو اصلاحش کنی. عقلش از دست داده. مگه باز چی کار کرده؟ میگه من نمیخوام ازدواج کنم. اینو واقعا مهرو اومده و به شما گفته؟ واقعا که؟ یعنی من به شما دروغ میگم؟ نه نه دروغ که نمیگی، اما اون قطعا نه که نمیگه. آره پس من دارم تهمت میزنم. من دروغ میگم، من اشتباهم. بیا تحت قاریت اومد، خودت ازش بپرس. مهرو بیا اینجا دخترم. بابا جون. زنده باشی دخترم. مامانت داره راجبه چی صحبت میکنه؟ معذرت میخوام مامان، من نمیخواستم اذیتت کنم. دیدی؟ من که گفتم دختر من نمیتونه همچین چیزی رو به مادرش بگه. تو الکی واسه خودت عصبانی میشی. آره من الکی عصبانی میشم. دختر اون حرفو بگو که گفتی ازدواج نمی کنم. اگه راست میگی الان به بابات بگو، جلو روت نشسته، باهاش حرف بزن دیگه. چرا حرفو بزرگ میکنی؟ من دخترمو خیلی خوب میشناسم. اون هیچ وقت منو شرمنده نمی کنه. خب دخترم، تو با من کاری داشتی عزیزم؟ آره بابا، راستش من واسه کارای مهم شرکت یه دو سه روزی میخوام برم اسلام آباد. همه ی همکارام هم میرن، راستش پروژه خیلی مهمیه. شما همیشه میگین که اعتماد کسی رو از بین نبرین. به نظرتون من اعتماد رئیسم رو از بین ببرم؟ اون خیلی رو من حساب میکنه. اگه من نرم شرکت خیلی ضرر میکنه. بازم اگر شما نخواین من نمیرم. اون ضرر میکنه، به من که ربطی نداره. نه دخترم، همیشه سعی کن که توی زندگیت ضرر کسی رو نخوای و حتی اعتماد کسی رو هم از بین نبری. تو میتونی راحت بری. خیلی ممنونم بابا جون، خیلی خوبی. دیدی مامان، یکم یاد بگیر. چه شد از محبت این دختر کور شده دیگه. <تص->
زندگی رو واسم حروم کردن پدر و دختر. هر کار میخواییم بکنی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بازم گوشیشو جواب نمیده. فکر کنم با اون دختر است. الو. چه خبره؟ چرا هی زنگ میزنی بهم؟ از صبح باهاتون حرف نزدم. خواستم حالتونو بپرسم. بگو چی میگی؟ کجا این شما؟ چرا؟ منظورم اینه که هنوز خونه نرفتی؟ مگه تو خونه نیستی؟ نه، من خونه ی مامانم اومدم. بهتون که گفته بودم. آره یادم اومد. خب دیگه خونه نرفتی؟ وقتی خودت خونه نیستی پس رفتن یا نرفتن و من به خونه چه فرقی واسط داره؟ نه نه، من واسه گفتن این بهتون زنگ زده بودم که من خونه نمیام. باشه خوبه. عصبانیتون که نکردم. چرا عصبانی بشم؟ تو هم خانواده خودتو داری و باید کنارشون باشیم. و غیر از اونجا هم که جایی نمیری، پس چرا باید جلوتو بگیرم و بگم نرو؟ نمیپرسی این که چرا نمیام؟ باشه بگو چرا نمیای. دانیال قهر کرده و خونه رو ول کرده رفته. چی؟ دانیال قهر کرده و رفته؟ چرا؟ چی شده؟ آره راستش مامان خیلی ناراحته و به من نیاز داره، واسه همین. آخه چه اتفاقی افتاده که خونه رو ول کرده و رفته؟ من که بهتون گفته بودم که از یه دختر خوشش میاد و مامان قبول نمی کنه. اوه پس مسئله عشق باشه. باشه پس از طرف من به زنمو سلام برسون. شما نمیاین؟ ببخشید لبنا، من یه جلسه یه مهم کاری دارم. این وقت شب جلسه؟ آره جلسه که زمان مشخصی نداره، هر وقت ممکنه باشه، روز میتونه باشه، شب میتونه باشه. مشکلی داری باش؟ نه چه مشکلی میتونم داشته باشم؟ باشه خوبه، آفرین. من دیگه قصد میکنم به محل جلسم رسیدم. راجب دانیالم هر خبری شد به من زنگ بزن و خبر بده. باشه؟ باشه خداحافظ. مهرو؟ وسط توی؟ مهرو کجاست؟ با مهرو چی کار داری؟ میخوام ازش یه چیزی بپرسم. چی میخوای بپرسی؟ این که امروز ظهر با کی بوده؟ کجا با کی بود؟ من توی رستوران اونا با یکی دیدم. چی؟ اصد مهرو چطور میتونه یکی رو ببینه؟ دعا من با چشمای خودم دیدمش. خب شاید همکار یا رئیسش بوده، چه میدونیم ما؟ نه دعا من با چشمای خودم دیدم. اون آدم توی ماشین دست مهرو رو گرفته بود. چی؟ داری چه مزخرفی میگی ها؟ مهرو چه طرز حرف زدنه؟ پس چه جوری حرف بزنم؟ دارم راست میگم دو. این اومده اینجا و بر علیه من گوشتو رو پر میکنه و تو ساکت وایستادی گوش میدی؟ من گوششو پر نمیکنم. تو بگو اون یارو کی بود؟ کی بود ها؟ اونی که تو رستوران باهاش بودی و وقتی من صدات زدم تو به هم گفتی که منو نمیشناسی. ای بابا آخه من چرا باید بگم نمیشناسمت؟ تازه میدونی؟ همین الان گفتی که تو ماشین منو باهاش دیدی، ولی قبلش گفتی که تو رستوران منو دیدی. تو دیوونه شدی؟ دعا فکر کنم این مست کرده اومده. مهرو یعنی من دارم دروغ میگم؟ اسد خب مهرو داره درست میگه. اول گفتی که توی ماشین دیدیش، حالا میگی که توی رستوران دیدیش. دعا من دارم راست میگم، خودم دیدمش. توی ماشین بودن و من تعقیبشون کردم و بعد توی رستوران. کافیه دیگه اسد، قبل از اینکه فراموش کنم با هم نسبت فامیلی داریم از اینجا زود برو. اما اسد به نظرم برو خونه، الان وقت مناسبی نیست. مهرو
واقعیت چیه؟ چه واقعیتی؟ تو اسدو میتونی خر کنی ولی منو نه. دعا من اصلا نمیفهمم چی داری میگی. من راجع به اون چیزی حرف میزنم که تو خودتو به نفهمیدن زدی. ببین دعا، الان اصلا وقت حرفای علکی نیست، دیر وقته. اول جواب منو بده. وقتی چیزی نیست چی بهت بگم؟ علکی چرا واسم حرف در میاری؟ که اینطور؟ پس اون کی بوده که اسد تو رو تو رستوران باهاش دیده؟ تو فکر میکنی اسد راست میگه؟ آره؟ اسد راست میگه یا دروغ رو نمیدونم، ولی تو داری دروغ میگی. تو فکر میکنی من دروغ میگم و اسد راست میگه؟ باشه، خوبه، پس هر جور میخوای فکر کن. زود باش راستشو بگو. مهرو خوب گوشاتو واکن، اگه به هم راستشو نگی من. تو چی؟ وگرنه چی کار میکنی؟ من به مامان و بابا همه چیو میگم. که این تو؟ باشه، برو بهشون بگو، اما قبل گفتن به مامان و بابا اول مدرک پیدا کن، چون اونی که به من تهمت میزنه رو هیچ وقت نمیبخشم. دعا، راستش مامان و بابا مثل تو احمق نیستن. اونا خیلی خوب میدونن که من بیرون میرم کار میکنم و روزانه با هزار نفر ملاقات میکنم. مثل تو توی خونه نمیشینم و مفت بخورم. تو با خودت فکر نکردی که مامان و بابا چه حالی میشن وقتی بفهمن یه غریبه دست تو رو گرفته؟ ها؟ بگو اون آدم کی بوده؟ پس تو خیلی به فکر مامان و بابایی؟ وقتی اونا بفهمن که دختر صاف و صادقشون دعا داره دروغ میگه و به من تهمت میزنه، چه حالی میشن؟ پس نمیخوای بگی اون کی بوده؟ آره؟ اوف خدایا، دعا من با این توهم چیکار کنم؟ لقمان حکیمم درمان توهمو پیدا نکرد، من که اصلا نمیتونم. من میرم لباسمو عوض کنم، تا اومدن من چراغا رو خاموش کن. دست کسی ناراحت نیستم، حقی ندارم. چرا اینجوری میگی؟ تو که میدونی مادرت چقدر دوست داره. مشکل همین جسم من، نمیتونم شما رو ناراحت کنم و نه بدون مهرو زندگی کنم. دلم میخواد که هرچه زودتر حالا که مهرو رو اینقدر دوست داری، مهرو عروس خونمون میشه. ها؟ راست میگی؟ آره حتما. بعد خوب شدنت خونه مهرو میریم که تاریخ ازدواج رو تعیین کنیم. تو فقط زودتر خوب شو. ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.